بینندگان عزیز، من پتری گبرکان، تخصص من در انرژی های تبدیل‌گذار آفتابی. من تولد تهران هستم و از سال 1961 تا 1974 من تو کانادا تحصیلاتمو کردم. در سال 1978 به آمریکا دعوت شدم و در 34 سالی که تو آمریکا هستم، در 25 سالی که من مهندس مشاور خصوصی هستم و اکسپریانس من توی انرژی خورشیدی بزرگ و اغلب کارهایی که من در عرض 25 سال اخیر انجام دادم همشون در پروژه‌های بین‌المللی بودن. در سالهای اخیر، 15 سال اخیر، من با پروژه‌های بزرگ خورشیدی، تولید انرژی خورشیدی ها، تجربه زیادی پیدا کردم و پروژه هایی که من کار کردم تو چین، هندوستان، پاکستان، مصر و آمریکا بوده. انرژی هایی که من میخوام کمی توضیح بدم، انرژی های خیلی بزرگ خورشیدی هستن که همشون اونطور که به انگلیس میگن grid connected solar power system هستن و این انرژی ها این اواخر در تمام گوشه‌های دنیا به کار میبرن و اکنون من نظارت چندین پروژه های بزرگی دارم که در هندوستان و مصر و چین هستند و بودند و در ضمن تجربه هایی که در اواخر 25 سال اواخر داشتم، 17 تا کتابهایی نوشتم که 9 تاشون کتابهای فنی هستن که راجب تولید انرژی های خورشیدی هستن که این کتابها مگراهیل و دانشگاه کمبریج نشر کردن و خوشبختانه تمام کتاب ها اونطوری که به انگلیس میگن رفرنس های دانشگاهی هستن، یعنی تو دانشگاه درس میدن. و بقیه های کتاب هایی که نوشتم که غیر تکنیکی هن، در فلسفه و طب و از این حرف ها هستم. من در سال قبل دعوتنامه ای از دانشگاه آمریکایی ارمنستان AUA و United Nations و USAID گرفتم و یک سیمپوزیومی بود که منو دعوت کردن. اونجا من یکی از گوینده ها بودم که از من خواهش کردن که یک برنامه فارغ التحصیلی که ربط به انرژی‌های خورشیدی داره اونجا پایگذاری کنم. در حدود 9 سال قبل من این یک برنامه فوق لیسانسی چیز کردم، به وجود آوردم که حالا در هندوستان و کشورهای آسیایی اونجا در دانشگاه ها درس میدن و این مورد من بهشون، به پروفسورهای امریکن یونیورسیتی گفتم که من حاضرم بتونم این برنامه شون براشون افتتاح کنم و تصمیم گرفته شد که قبل از اجرای این برنامه‌های پست گریجویت در امسال در سپتامبر یه سیمپوزیوم بین المللی بذاریم که بتونیم مردم رو آشنا بکنیم که این انرژی های خورشیدی چطور به کار میشه برد و این سیمپوزیوم در سپتامبر 26، 27 و 28 در شهر ایروان، پایتخت ارمنستان، برقرار میشه و امیدوارم که هموطنان عزیز اگر آرزو داشته باشن میتونن، یک اینترنتی هست، وبسایتی هست که www.solarhubarmenia.com که میتونن مراجعه بکنن و دیتیل های برنامه رو اونجا ببینن. و ما امیدواریم که سالهای آینده در اروپا و هرچه در مصر و ارمنستان یه سیمپوزیوم اینترنشنال خیلی بزرگی پاگذار کنیم که یک سیمپوزیوم 5 روزه خواهد بود و این برنامه امیدواریم به زودی دیتیل هاشو توی وب بگذاریم و امیدوارم که هموطنان عزیزم بتونن توی این سیمپوزیوم ها شرکت کنن. غیر از این پروژه هایی که در نظر داریم، من به غیر از کار مهندسی یا مشاورتگری مهندسی، من خودم چندین تکنولوژی های جدید ریسرچ اند دیولپمنت بوده که روشون کار کردم و یه 5-6 تا از این پروژه هایی که حالا پروتوتایپ هاشو داریم بی نهایت ارزش دارن که امیدوارم که تکنولوژی سولار رو کاملا عوض کنن و این تکنولوژی هایی که این اواخر پروتوتایپ هاش داره شده خیلی انرژی پروداکشن انرژی خورشیدی رو زیاد میکنه. یکی از برنامه هایی که ما در نظر داریم که در ارمنستان اجرا بکنیم تولید سیستم های فوتوولتاییک هستن که امیدوارم که در سالهای آینده بتونیم با یکی از دوستان اونجا پرورش بدهیم و انشالله اگر موفق شدیم بتونیم این تکنولوژی رو به ایران، مثل اونطوری که به انگلیسی میگن، با ایرانی ها همکاری بکنیم و تکنولوژی رو به ایران ترانسفر بکنیم. چون اونطور که میدونین این اواخر روابط ارمنستان همیشه با ایران خوب بوده و اونطوری که من میدونم یک برنامه ترانسفر گاز و برق از ارمنستان در تولید برق خیلی عالیه و اضافه دارن که به ایران میفرستن، ایرانی هم گاز میفروشن یا گاز میدن و این اواخر یه زون نومنز لند بین ایران، مرزهای ایران و ارمنستان درست شده که احتمال خیلی زیادی هست که چه ایرانی ها و ارامنه بتونن با همدیگه همکاری هایی بکنن در تکنولوژی، و مطمئنم اگه ما موفق بشیم ایران، گمان میکنم ضرور این تکنولوژی آفتابی رو خواهد داشت و اگه بتونیم با همدیگه یه دونه پل موفقیت درست بکنیم برای هر دو کشور خیلی مفید خواهد بود. من آرزو دارم در سالهای آینده اگه یک شانسی باشه که من بتونم این سیمپوزیوم رو در وطن ما در ایرانم برقرار بکنیم با کمال میل. هر چقدر من بتونم با دانشمندان ایرانی همکاری میکنم و همچنان که من تصمیم گرفتم در ارمنستان این پروژه های مافوق لیسانسی رو درست بکنیم، میتونیم هم کار در ایران به کار بندازیم. من سال قبل که در ایران بودم یه اتفاقی افتاد که من تمام این زمین هایی که بناست این پروژه های بزرگ انرژی های خورشیدی رو تولید بکنن رفتم دیدم، نظارت کردم و الان ارمنستان از بانک بین المللی در حدود 50 میلیون دلار مثل که قرض گرفتند و بناست در حدود 20 تا 25 مگاوات سیستم مگاوات سولار انرژی اونجا پاگذاری میکنن و در آینده ممکنه این ارمنستان بتونه در حدود یک چند صد مگاوات سولار اونجا انرژی خورشیدی را تولید بکنن. یکی دو نفر از دوستان عزیز که خودشون پروفسورهای دانشگاه هستن با هم تصمیم گرفتیم که یه پروگرام محصول سیستم فوتوولتاییک در ارمنستان پاگذار بکنیم و اگه توانستیم اینوستمنت بزرگتری بگیریم این کارخانه رو میتونیم مثلا یک کارخانه 500 مگاواتی بکنیم، اما در آن حال یه سیستم کوچیک 50 مگاواتیه. اما 50 مگاوات برای ارمنستان و ایران گمان میکنم کلی چیز داشته باشه، اهمیت داشته باشه که حتی اگر در ایران بتونیم یا در ارمنستان بتونیم با 20، 30 یا 40 مگاوات شروع بکنیم در آتیه میتونیم وسعت‌های خیلی بزرگ انرژی های آفتابی رو به کار برقرار بکنیم. و این اواخر یک دعوتی داشتم از وزارت انرژی مصر، اپورتونیتی داشتم که در نزدیکای کانال سوئز برم و اونجا زمین‌ها را مطالعه بکنم. مثل ایران و ارمنستان قوت انرژی آفتابی به قدری زیاده که گمان میکنم پروگرام و پیاده کردن پروگرام های تولید انرژی در خاورمیانه، مخصوصا در ایران، ارمنستان و مصر خیلی جالب باشه. از یه لحاظ قدرت انرژی و تولید انرژی یک اباحت‌های بزرگی داره، اونه که به انگلیسی میگن energy independence. معنی انرژی ایندیپندنس اونه که تمام دنیا، حالا درسته که ایران نفت زیاد داره، منتها به کار بردن نفت بر تولید انرژی یک چیز راندمان تولید انرژی خیلی خیلی کمه و واقعا لاجیکال نیست که منبع طبیعی کشور رو برای تولید انرژی به کار ببرن. اما تولید انرژی خورشیدی یه ابعادهایی داره که در ضمنی که این انرژی تولید میشه هیچ جور پولوشن انوایرمنتال به وجود نمیاره. به این دلیل تمام اروپا امروز از اسپانیا گرفته تا آلمان، تمام کشورها تقریباً از 20 تا 30-35% انرژی هایی که امروز به کار میبرن همشون انرژی های خورشیدی هستن. به این دلیل گمان میکنم که ایران هم باید به نظر من سعی بکنه که از انرژی های تجدیدآوری گام هایی برداره که بتونن در گوشه کنارهای مثلا ایران، اونجایی که مثلا شبکه برق وجود نداره، مثلا تو ده‌ها و یا در جایی که اصلا برق کم هست از انرژی های خورشیدی استفاده بکنن. فوتوولتایک سیستم و نصب فوتوولتایک سیستم، تولید انرژی، وقتی که تمام تکنولوژی رو در نظر میگیریم کلی چیزهای مثبتی داره. بیزنس یا تکنولوژی تولید انرژی خورشیدی بیلیون‌ها دلاره. در 10 سال قبل چینی‌ها اصلا تکنولوژی سولار یا تبدیل انرژی رو نداشتن. در حال حاضر بزرگترین تبدیل کننده این پنل های فوتوولتایک هستند و ارزش نصب و تولید انرژی فوتوولتایک به قدری کم شده چون رقابت زیاده که تولید 1 کیلووات یا 1 مگاوات انرژی سولار امروز میتونه با انرژی هیدروالکتریک مقایسه کرد. در آمریکا و در اروپا، در بعضی کشورهای اروپایی تولید برق و کیلووات برق به قدری گرونه، مثلا تو آلمان 1 کیلووات انرژی تولید کردن، 1 کیلووات انرژی در حدود 40 یورو سنت. در آمریکا مثلا در هاوایی 42 43 44 سنته، در لس آنجلس 20 25 سنته، ولی سیستم های بزرگ خورشیدی که امروز در آمریکا و در آسیا نصب میشن تولید انرژیشون در حدود 14 15 سنته، یعنی واقعا میتونن رقابت کنن. تولید انرژی آفتابی امروز میتونه راحت با تولید انرژی های الکتریک کانونشنال رقابت بکنه. به این دلیل از لحاظ اکونومیک تولید انرژی خورشیدی واقعا صرف داره بر هر کشوری. اگه اجازه بدین یک چند کلمه به انگلیسی میگم، چون میخوام برنامه‌ای که ما در این سمپوزیوم ها قرار دادیم یک سوژه هایی هستن که این سوژه ها مجبورم به انگلیسی بگم چون اصطلاحاتی که باید به کار ببرم در فارسی وجود ندارن یا خودم بلد نیستم. The first things that we're going to really talk in this symposium would be essentially issues associated with energy production, physics of energy, then we'll be discussing issues regarding solar power technology, physics, variety of types of physical products that exist, because there are numerous technologies that exist under the same umbrella as solar photovoltaic systems. Then we will be covering the application of various different types of solar power technologies. And in that, we have arranged the entire symposium in such a fashion that it would really address the demands and needs of very different disciplines. سیمپوزیوم یه طور ترتیبش گذاشتیم که یه سیمپوزیوم سه روزیه، روز اول، قسمت اول تمام گفتگو راجع به سولار فیزیکس، تکنولوژی و برقراری سیستم‌های خورشیدی هستن. بعد از ظهرش تمام سیمپوزیوم گفتگو راجع به بکار بردن این سیستم های سولار در آرشیتکتور خواهد بود. روز دوم صبح هم در همین زمینه پرزنتیشن برای مهندسین برق و مهندسین مکانیک خواهد بود و بعد از ظهرش یه دیسکاشن هاش همش برای اکونومیک سولار سیستم. و روز سوم برای سیستم های بی‌نهایت بزرگ، مالتی مگاوات، که بهش میگن لارج اسکیل گرید کانکتد سیستم، که برای مهندسین برق قوی خواهد بود. و بعد از ظهر یه دونه ورکشاپ خواهد بود که اونجا پرسش و کوشن آنسر خواهد بود. اگر برین تو اینترنت تمام دیتیل های این برنامه اونجاست و بی‌نهایت خوشحال میشیم اگر هموطنان ما بتونن در بیان ایروان. خیلی شهر قشنگیه و بی نهایت اونجا جامعه ایرانی هست، 5-6 هزار نفر ایرانی اونجا مسکونن و اونطور که میدونین در ماه مثلا سپتامبر ویزیتورهای زیادی از ایران میان به ایروان. سیمپوزیوم ایروان که در سپتامبر 26 28 28 برقرار خواهد بود مجانیه و اگه برین تو این وبسایت میتونین رجیستر بکنین، فرق نمیکنه از ایران هستین از هر جایی که هستین، تمام گفتگو به زبان انگلیسیه و من سعی میکنم اگه بتونم، اگر سوال هایی باشه بتونم با زبان فارسی اونجا یک توضیحاتی بدم. یه چیزی که میخواستم اضافه بکنم اونه که من امیدوارم در آینده شنوندگانی که این برنامه رو میبینن بهشون بگم که با اشتغال زیاد انشالله اگه شانسی باشه من با کمال میل میام به ایران. اگه منو دعوت بکنن از دانشگاه از اونا با کمال میل اونجا سیمپوزیوم میتونیم بذاریم، همون سیمپوزیومی که در ایروان برقرار میشه و باید در سال 2017 چه در مصر و چه در ایروان برقرار بشه. میتونیم یه کاری بکنیم که مثلا در ایران هم یا در تهران برقرار بشه و امیدوارم که با برقراری این پروگرام فوق لیسانس همون برنامه رو بتونیم تو ایران پیاده بکنیم و یه چطور بگم یه دونه بریج، یه دونه پل آموزشی مابین ایران، دانشگاه ایران و دانشگاه ارمنستان برقرار بکنیم که محصلین بتونن از دو دانشگاه ها استفاده کنن.